با راهی وعده کردن مسئله رو خواستن که حل کنن و وعده های هم دادن. وعده ها چه بود؟ گفتن که ما این حادثه رو تحقیق خواهیم کرد و کسانی که در مسئله به شهادت رساندن این گل بدین گناهکار هستن اونها رو به جوابگری میکشیم. دوم وعده شون این بود که بلافاصله اینترنت رو برقرار خواهند کرد و از همه مهمش وعده دادن که کسانی که در این حادثه ها در این تظاهرات شرکت کردن نسبت آنها یگان چاره های حقوقی و پایگردی قانونی صورت نخواهد گرفت. اما وقتی که ما هم پشتیبانی از این کردیم ولی هشدار داده بودیم که مردم بدخشان، مردم شهر خارق و تمام ملت تاجیک باید آگاه باشند که این بار اول نیست که حکومتداران وعده میدهند ولی به وعده خود وفا نمیکنند. متاسفانه ما دیر نگذشته شاهدی باز این عهدشکنی در مسئله بدخشان هم شدیم که نه تنها اینترنت رو تا امروز برقرار نکردند بلکه تحقیقات این حادثه رو، حادثه قتل گلبدین رو نه تنها به انجام نرساندن بلکه خود شهید را گناهکار اعلان کردند و رفیقان او را، برادران او را و بسیار از جوانانی که در برای حفظ ننگ و ناموس و آبرو و برادرشان تظاهرات کرده بودند آنها را در پایگرد قانونی قرار دادند و یک لیست را روی خط را آماده کردند که این افراد نباید کشور را ترک کنند. چرا اینها را ممنوع کردن از سفر؟ چون احتمال دارد که در آینده نسبت آنها پرونده جنایی باز شود و شاید علکه باز شده باشد و آنها را با هر بهانه وقتی دیدن که مردم آرام شده است یک پس دیگر حبس کنند. و این یک عهدشکنی آشکار هست که بار دیگر مقامات امروزه تاجیکستان اثبات کردند که اهل عهد و پیمان و وعده نیستند بلکه عهدشکنی، پیمانشکنی و وعده خلافی جزء فرهنگ زندگی و فرهنگ سیاسی آنها است. و بنابر همین هنوز هم دیر نیست و مردم بدخشان، جوانان غیور بدخشان باید از همه چاره های لازمی استفاده کنند، بیاندیشند که اجازت ندهند که نسبت آنها عهدشکنی و پیمانشکنی باز صورت بگیرد و علکه نشانه هایش هست و باید طلب شود جامعه شهروندی در داخل در خارج باید طلب کند که حکومت اون وعده هایی که به مردم بدخشان کرد و در نتیجه این وعده ها مردم میدان را ترک کردند بلا فاصله و بدون کدام تأخیر و بهانه جویی آنها را باید عملی کند. اینترنت باید برقرار شود، اون کسانی که گناهکار بودند در قتل شهید گلبدین باید به جزای خود برسند و نوارهای هم نشر شد که با چگونه تحقیر و با چگونه توهین به انسان او را به قتل رساندن، همونطوری که شهید سبزعلی را به قتل رساندن و دیگر شهیدان را. و از همه مهمش این ممنوعیت سفر نسبت جوانان بدخشان را باید از بین ببرند تا اینکه آنها بتوانند سفر کنند. اگر این کارها نشود باید مردم در طلبات خود استوار باشد و این اقدامات حکومت را همچون عهدشکنی و همچون ناجوانمردی باید که در همه جا باید که معرفی کنند. به هر صورت من سال 2021 را سال پیروزی مردم از بالای ظلم، از بالای فشار و ترس می دانم و خدا کند که این جرأت و جسارتی که مردم خارق نشان دادند قدم به قدم روز به روز به تمام ملت تاجیک تاثیر کند و در آینده نزدیک در سال 2022 و بعدش ما شاهدی آن شویم که جسارت و جرأت به ملت ما بار دیگر بر بگردد. و واقعا هم یک سال خوبه بود و مردم رو تبریک میگم به این پیروزی و امیدوارم که در سال 2022 باز شاهدی خبرهای بهتر و خوبتری از داخل کشور باشیم.